بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. جناب بن سبتی، گزارش همکارم رو شنیدید، ارزیابی شما رو از این خبر بشنویم. با سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید، بله، شاید این دومین حمله در چندین سال یا قصد حمله در قبرس هست، ولی در واقع اگر ما نگاه کنیم در 3-4 سال آخر، اگر واقعا رژیم جمهوری اسلامی متهم باشه و سپاه پاسداران قصد همچین کاری رو داشتن، ما میبینیم که دو مسئله هست. یکی که اونها به هیچ وجه از این اعمالشون عقب نشینی نمی کنند و در هر جایی که بتونن، در آذربایجان ما شاهد بودیم همچین قصدی رو، در ترکیه، در قبرس، در کشورهای مختلف در شرق اروپا، اینها هیچ وقت عدول نمی کنند از این قصدهاشون، با اینکه در بسیاری موارد و باید جای شکرش باقیه که شکست می خورند. و دومین مسئله اینه که اونها گاهی وقتا از مواضع از حمله به اسرائیلی ها حتی عقب نشینی کردن و حاضرن حتی به هر یهودی که باشه صدمه ببینن. اینها چیزهایی است که در سالهای قدیم، در سالهای 90 مثلا، ما نمیدیدیم. ما همیشه میدیدیم یک هدف اسرائیلی رو، یک سفارت، یک پایگاه، یک مسئله نظامی، یک شخص نظامی رو مثلا هدف میگرفتن. این نشون میده که این برنامه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران چقدر شکست خورده است که اونها اهداف خودشون رو تقلیل میدن و پایین‌تر میارن، ولی باز هم اونجور که گفتم جای شکرش باقیه که به این هدف نمیرسن. ولی بالاخره کسی که 20 30 40 بار این قصد رو میکنه، بالاخره متاسفانه گاهی وقتا هم موفق میشه. پس باید این سازمان‌های اطلاعاتی کارشون رو بیشتر و بیشتر کنن. جناب بن سبتی، البته شما هم اشاره کردید به مواردی در آذربایجان، در ترکیه، در قبرس، اینجا در آمریکا گزارش‌های مشابهی وجود داشت. تمام این اقدامات جمهوری اسلامی که عمدتاً در طول ماه‌های اخیر همگی ناکام بودند، اساساً آیا متضمن منافع جمهوری اسلامی هستند؟ آیا هزینه این اقدامات بیشتر نیست برای جمهوری اسلامی؟ این سوال شما کاملاً سوال دقیقی هست، چون ما میبینیم که به خاطر ضعف دولت آمریکا، و شما نکته مهمی رو اشاره کردید که حتی در خاک آمریکا هم حملاتی شد به بعضی اشخاص، و جهان غرب مخصوصا آمریکا و حتی خود اسرائیل، غیر از اون بازی موش و گربه که اون خرابکارها رو یا بگیرن در همون لحظه یا مثلا اون مسئله رو خنثی کنن، کار استراتژیک و بزرگتری در مقابل رژیم ایران انجام نمیدن. و برای همین به رژیم جمهوری اسلامی تلقین شده که هر کاری بخواد در این منطقه و در هر منطقه بر ضد مخالفینش یا اسرائیلی ها یا یهودی ها یا هر کسی که لازم باشه میتونه انجام بده. این خیلی هم ربط داره به مسئله قرارداد هسته‌ای، چون دنیای غرب الان به جای اینکه رژیم ایران دنبال دنیای غرب بکنه، دنیای غرب هست و آمریکا هست که دنبال ایران میکنه. و این مسئله ای که متاسفانه بالاخره باعث ضعف میشه. درسته که سازمان‌های اطلاعاتی کارشون رو میکنن، ولی اونها تا وقتی که این احساس و این تلقین رو دارن که همیشه میتونن هر کاری رو که قصد دارن انجام بدن و هزینه نمیپردازن، پس ما هنوز میتونیم شاهد همچین مسائلی بیشتر و بیشتر باشیم. به نقش نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی اشاره کردید. اگر در همین حوزه بحث رو نگه داریم، همین چند هفته پیش بود که اسدالله اسدی، فردی که در واقع متهم به توطئه در بلژیک بود، آزاد شد. این اقدامات که حاکی از انفعال دولت‌های غربی هست، آیا فکر می‌کنید ادامه خواهد داشت؟ همچنان این تسامحی که در مقابل جمهوری اسلامی وجود داره تداوم خواهد داشت؟ بله، متاسفانه ما یک صدای واحد نمیشنویم از جهان غرب، از کشورهای اروپایی و آمریکا با هم، و میبینیم که هر کسی فکر اون مسئله و زخم کوچک خودش هست و بدون اینکه بخوان به مسئله بزرگتر، به مسئله مهمتر که ریشه تروریستی رژیم ایران و ریشه مسئله هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی هست بپردازن، هر کسی به فکر اون مسئله خودش هست و با یک جور رشوه اون مسئله رو حل میکنه. همون مثل مسئله آقای اسدالله اسدی، من حتی به یاد میارم که آلمان کاظم دارابی رو آزاد کرد، اون متهم جریان میکونوس و ده ها مسائل دیگه که معمولا کشورها سعی کردن یک پوششی بذارن برای اون مسئله‌ای که دارن و یک اجماعی درست نکنن برای اینکه این هزینه رو تحمیل کنن به رژیم جمهوری اسلامی. و باید
با از طریق توضیحات و از طریق تشریح نقش واقعی و کریه رژیم جمهوری اسلامی به این دولت‌ها بیشتر و بیشتر بهشون فهمونده بشه که تا وقتی که با این جور کنار میان با رژیم جمهوری اسلامی، پس در واقع اونها این اقدامات رو بیشتر و بیشتر خواهند کرد. ممنونم از شما جناب بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران، که از تل‌آویو در برنامه حضور داشتید.